نور النبوة فاض في الزهراء فعلى البدور وفاق كل ضياء بنت النبي محمد نبع الهدى. بعد از این که رسول الله صلی الله علیه وسلم به مدینه منوره رسیدند، خانواده رسول الله صلی الله علیه وسلم همراه با خانواده ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه. این واقعا جالب هست که دو نفر، یعنی پدران و دو خان، یعنی با هم رفتند. ابوبکر و رسول الله صلی الله علیه وسلم یار غار هم دیگر بودند، با هم حرکت کردند. و جالب این است که دو خانوادهشون بعداً پشت سر هم، یعنی با همین ترتیب رفتند. یعنی هر دو یک دغدغه یک دقیقه دارن. یعنی حتما با هم در ارتباط هم بودن. اگر رسول الله صلی الله علیه وسلم جانش در خطر هست، ابوبکر هم جانش در خطر هست. اگر رسول الله صلی الله علیه وسلم خانوادهش در مکه تنها موندن، حضرت ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه هم خانوادهشون در واقع تنها مونده بودن. و این یعنی یک گره بسیار یعنی محکمی بوده که قبل از هجرت و بعد از هجرت در واقع در میان این دو خانواده وجود داشته. و جالب اینجا هست که این دو تا خانواده با هم دیگر هجرت کردند به همراه حضرت علی رضی الله تعالی عنه، حضرت فاطمه زهرا و همچنین ام کلثوم. از اون طرف خانواده حضرت ابوبکر صدیق، حضرت عایشه بود و ام مادرش بود، ام رومان و بقی افراد خانواده که بودند، اینها با هم دیگر هجرت کردند و به مدینه منوره. خصوصا زمانی که علی زودتر رفت و بعدن اینها رفتند. بله، بعد از این که یعنی از نظر ظاهری انسان تصور میکند خب یعنی مکه محل درگیری بود، محل اقتدار و سیطره قریش بود، وقتی که در مدینه منوره رفتند یعنی تمام درد و رنجه ها و غم ها باید از بین برود. برعکس، مدینه منوره خودش شرایط خاص خودش را داشت، مشکلات خاص خودش را داشت، مشکلات دیگری بازم برای رسول الله صلی الله علیه وسلم و برای اهل بیت ایشان در واقع به وجود اومد. منتها در اونجا یک اتفاق دیگری هم افتاد، این بود که خانواده ابوبکر صدیق با خانواده رسول الله صلی الله علیه وسلم گره بیشتری خورد با ازدواج رسول الله با حضرت عایشه صدیقه رضی الله تعالی عنها، که عایشه رو با فاطمه در واقع در یک خانواده واده قرار داد و در اون حضرت جز اهل بیت شد. حضرت عایشه رضی الله تعالی در کنار رسول الله صلی الله علیه و سلم. و جالب اینجا هست که حضرت عایشه رضی الله تعالی عنها محبوب ترین همسر رسول الله صلی الله علیه و سلم هست و حضرت فاطمه زهرا محبوب ترین فرزند رسول الله صلی الله علیه و سلم، دختر رسول الله صلی الله علیه و سلم. اینها در واقع در یک خانواده جمع شدند و همیشه کنار هم بودند. و من مطلبی رو که قبلا هم اشاره کردم، راویش حضرت عایشه رضی الله تعالی هست. ایشون میگند که محبتی رو که رسول الله صلی الله علیه و سلم با فاطمه داشتند یا فاطمه با رسول الله صلی الله علیه و سلم داشتند، به این گونه بوده که هر وقت که فاطمه میامد رسول الله صلی الله علیه و سلم بلند میشدند برای استقبالشون، یا حضرت فاطمه رضی الله تعالی برای استقبال رسول الله صلی الله علیه و سلم. خود شاهد ماجرا است، عایشه شاهد ماجرا هست و این واقعا نشان از صداقت حضرت عایشه رضی الله تعالی عنها داره، نشان از محبتی و صمیمیتی رو که ایشان با رسول الله صلی الله علیه و سلم در مرحله اول و در مرحله دوم با اهل بیت رسول الله صلی الله علیه و سلم دارد، که فضایل اهل بیت رسول الله صلی الله علیه و سلم رو در واقع ایشون دارن بیان میکنن. محبتی رو این که رسول الله صلی الله علیه و سلم محبوب ترین فردی که از خانواده خودشون دارن حضرت فاطمه هست و از مردا حضرت علی هست، اینو حضرت عایشه رضی الله تعالی عنها روایت میکنند. این که رسول الله صلی الله علیه و سلم همیشه برای استقبال حضرت فاطمه بلند میشدند، برمیخواستند ایشون رو میبوسین، حضرت عایشه رضی الله تعالی عنها است. این که جریان داستان حدیث کسا هم معروف ترین روایتش و صحیح ترین روایتش روایتی است که از حضرت عایشه صدیقه رضی الله تعالی عنها است، که میگه روزی رسول الله صلی الله علیه و سلم در منزل بودند، در منزل ام سلمه، که صدا کردند حضرت فاطمه را، حسن را، حسین را و علی را، همه را زیر یک چادری قرار دادند و براشون دعا کردند که اللهم هاولای اهل بیت، اینا اهل بیت من هستند و اینها رو در واقع پاک بگردان. تمام این فضایل رو حضرت عایشه صدیقه رضی الله تعالی عنها بیان میکنند. حتی جریان بسیار زیبایی رو که در هنگام وفات رسول الله صلی الله علیه و سلم در واقع اتفاق افتاد، که حضرت عایشه رضی الله تعالی عنها میفرمایند که ما نشسته بودیم در محضر رسول الله در روزهای پایانی زندگانی رسول الله صلی الله علیه و سلم، میگه تمام ازواج مطهرات در اونجا حضور داشتند و جاءت فاطمه، فاطمه اومد و
جالب هست، میفرماید که کأن مشیتها مشیت النبی صلی الله علیه و سلم، یعنی چه زیبا توصیف میکنن. میگه فاطمه اومد، راه رفتن و قدم زدن ایشون، حرکات ایشون دقیقاً مانند رسول الله صلی الله علیه و سلم است. حتی درمون واقعا عظمت بسیار بزرگی هست. در آخرین روزهای زندگانی رسول الله بازم این محبت وجود داره در میان حضرت فاطمه و حضرت عایشه رضی الله تعالی عنها. و جالب اینجا هست که وقتی که اومدند نشستند با کنار رسول الله صلی الله علیه و سلم، رسول الله با ایشون یک در واقع سخنی رو گفتند به حضرت فاطمه زهرا رضی الله تعالی عنها، تو گوششون یک مطلبی رو بیان کردند. همه جمع دیدند حضرت فاطمه رضی الله تعالی عنها به گریه افتادند، گریه کردند. و بعد از این رسول الله صلی الله علیه و سلم مطلب دیگری رو تو گوششون گفتن، بگونه کسی دیگر نشنود. دوباره فاطمه زهرا رضی الله تعالی خندیدن، اول گریه کرده بودن، مرتبه دوم خندیدن. حضرت عایشه رضی الله تعالی عنها میفرماید که من در طول عمرم گریه‌ای رو با خنده اینقدر نزدیک ندیده بودم که همین لحظه یکی گریه بکند، یک لحظه بعدش میخندد. بعدها پرسید، بعد از این که رسول الله هنوز حیات داشت، حضرت فاطمه، حضرت عایشه پرسید که رسول الله به تو چی فرمودند که اول گریه کردی بعدش خندیدی؟ بله، گفت که من رازی رو که رسول الله به من گفته هنوز اینو من فاش نمی کنم و اینو نمی گویم. بعد از این که رسول الله صلی الله علیه و سلم وفات کردند، بار دیگر حضرت عایشه پرسیدند خب الان که رسول الله صلی الله علیه و سلم فوت کردند، الان رازی دیگه در میان نیست، اون رسول الله به شما چه فرمودند؟ گفت بله، اول رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمودند که جبرئیل هر سال یک مرتبه قرآن رو با من مرور میکرد، با هم اینو میخوندیم و امسال دو مرتبه اینو مرور کرده و اینو من به معنی این میدونم که زندگانی من به خاتمه رسیده و من از دنیا خواهم رفت. حضرت فاطمه زهرا واقعا هر کسی دیگری هم که باشه نتونستن تحمل بکنن حضرت فاطمه زهرا رضی الله تعالی عنها، سخت واقعا گریه کردن. اما نقطه جالبتری که اینجا هست، بعد از این به زندگی برای فاطمه زهرا واقعا نمونه، بعد از این رسول الله صلی الله علیه و آله فرمودند که بعدن به من فرمودند رسول الله صلی الله علیه و آله که اولین فردی که به من ملحق میشوند تو هستی، حضرت فاطمه زهرا رضی الله تعالی عنها. این در واقع پیام مرگی هست برای فاطمه زهرا، خبر خوشحال کننده نیست. رسول الله اساسا فرمودند که بعد از من اولین کسی که میمیرد تو هستی، باید گریه میکرد. اما عمق محبتی که با رسول الله صلی الله علیه و سلم داشتند و در واقع ایمانی که داشتند، ایشون رو در واقع به خنده واداشت که خندیدند از این که واقعا من از این دنیا خواهم رفت و در کنار پدر بزرگوارم. یعنی بین وفات رسول صلی الله علیه و سلم خوشحال از این که این غم سنگین زیاد طول نمیکشه، یعنی تمام میشه و میرود. این واقعا، یعنی اگر از نظر ظاهری نگاه بکنیم به کسی بگویند که تو میمیری چند ماه بعد مثلا میمیری، این واقعا یعنی جایی برای خنده نیست. هر انسانی باشد متاثر هست، مرگ واقعا برای همه سخته. اما به خاطر عمق محبتی که فاطمه زهرا با رسول الله صلی الله علیه و سلم داشتن، به خاطر اعلام خبر مرگی که بهشون شده میخندن به جای اینکه گریه بکنن. از فراق رسول الله صلی الله علیه و سلم گریه میکنن و از مرگ خودشون و رسیدن به رسول الله صلی الله علیه و سلم ایشون در واقع میخندن. بل این هم از روایتی هست که از ام المؤمنین حضرت عایشه رضی الله تعالی عنها هست. نور النبوتی فاض فی الزهرائی فعل البدور وفاق كل ضیائی بنت النبی محمد نبعی